من از میهمان دوم و سخنران دوم درخواست کنم که تشریف بیارن از مشاور فرهنگی اتحادیه جمهوری آشوریان و یکی از مفاخر فرهنگی هنری جامعه آشوری و نه تنها جامعه آشوری بلکه در گستره خیلی فراتر در یکی از مفاخر فرهنگی هنری کشور رو جناب آقای استاد آلبرت دکوچی. در این نگاه ما در تاریخ فرهنگ و ادبیات میهنمون برمیخوریم به نخستین حماسه بشری گیلگمش. آنچه که در گیلگمش حس میشه و گفته میشه زندگی جاویدان دلنگرانی انسان به فنا و میرایی او که این از نخستین دغدغه‌های بشری است تا به امروز و به 12 لوحه که این دلتنگی، این آرزو و این خیال آورده شده در قالب این درام جان میگه و میشه حماسه گیلگمش نخستین حماسه بشری و آن هم در دل نخستین کتابخانه تاریخ بشری کتابخانه آشوربانی باد در کنار هزاران لوحه دلی. غم فنای دوست و همراه گیلگمش این کیلو آرزوی نامیرایی برای همه بشریت، شادی از پادر آوردن گاه آسمانی، ایمان و ددان، یافتن گیاه زندگی جاویدان و از دست دادن آن که نصیب مای حیولایی می شود، همه به گونه این در حماسه گیلگمش آمده. از غم فنای انسان که گیلگمش بر مرگ انکیلو چنان آدمیان دیوانگر به آواز بلند از آن میگیره و حماسه از رویاها و خیالهای انسانها آرزوهای نیافتنی میگیره. حماسه ها رفته بر لوحه‌های گلی یکی از حسن گلی میاد. بعد از گیلگمش حماسه آفرینش، حماسه طوفان و صدها لوحه دیگه. سقوط سیاسی ملتی جنگاور با نام آشور که پوست دشمن رو از کار پر میکرد در میدان جدال و جنگ، سرزمینش رو از دست رفته و ویران میبینه، اما خیزش فرهنگ، علوم و فلسفهش به جا میمونه و میشه ملتی که باید همه داشته‌های بشری در فرهنگ، علوم و فلسفه رو زنده نگه داره و به تمدن بشری هدیه کنه. آثار یونانی به آشوری و عربی و به عکس و علوم و دستاوردهای آشوری در تمدن دیگه میمونند. مترجمانی چون هنین قصفار، هنین به ایشک، چنان که آشوری ها او را میخوانند و در کنار او بختیشوها و خاندانش، نام‌آوران جهان علوم و فلسفه، علوم پزشکی رو به جهان هدیه میدند. خاندانی که جدای از پزشکی در واقع برای ترجمه ها و آثار منتشر شده در جوار خلفای اسلامی شگفتی های پزشکی
پزشکی رو به بشریت میدن. دوره پزشک نامترجم قرن سوم عملی است. در تاریخ عنوان متکلم نسوری و پزشک نامترجم آثار طبی یونانی آمده. هنین بهاسحاق اسحاق ابن هنین، عیسی ابن اسحاق، یوحنا بن بطریق، ابو بشر مطاب یونس، پزشک و استاد ابو نصر فارابی، ابن ماسویه و معلم هنه سرجیز رحسینی، ابو زکریا و یوحنا بن ماسویه. درخشش فرهنگی نوشتاری را از قرن هفتم تا شانزدهم اینها به دوش میکشند با تعلیف، ترجمه ها و تصحیح ها. این دوره اوج علوم و آثار تعلیفی در ایران بود و تاریخ میدون ترجمان سریانی از نظر کسرت و تنقل ترجمه کتب و فلسفه، کتب فلسفه و منطق و ریاضیات و همینطور طبیعیات از یونانی و سریانی به عربی اهمیت بیشتری دارد. خاندان بخشکیشو در یادگارشان جولی شاپور و در قلمرو خرفای عرب با شش نسل جدای از علوم پزشکی و طب ترجمه و تعلیفات اندوهی داشتند. آنهایی که اعتماد خرفای عباسی را با شایستگی جلب کردند. خاندانی که میراثداران علمی دانشگاه جنبی شاپور و حلقه ارتباط دهنده پزشکی باستانی به پزشکی اسلامی نقش داشتند. در قرن‌های اخیر عهد معاصر شاهد راه‌اندازی نخستین چاپخانه در اردبیل در تدوین کتاب‌ها. نخستین روزنامه در ایران بیش از روزنامه سور اسرافیل و روزنامه کاغذ اخبار شعار روشنایی است. نخستین دانشگاه پزشکی به گونه طب نومی، نخستین بیمارستان عمومی در اردبیل تا آغاز جهانگیری جهانی و پاشیده شدن جامعه جهانی آشوری. و در این قرن پیش حضور آشوریان در مجلس شورای ملی و بعد از اون مجلس شورای اسلامی. کارنامه پیشروی تدوین و تعلیف خانم ناسی آدو در واقع تسلیم به کمال از حضور نمایندگان آشوری در خانه ملت. این گام نخست برداشته شده. در یک نگاه به این مجموعه اشاره ها و اشاره های ماندنی است که طبیعتاً نیاز به پژوهش و تحقیق دیگر دارد. آنچه که در کتاب حضور در خانه ملت ارائه شده در واقع طبقه بندی و فرستبندی علمی رخداد نیم قرن حضور در خانه ملت. اما نیاز هست که از این پس گام‌های دیگر برداشته بشه. دیگاهی که شما به کتاب خواهید انداخت شاهد اتفاقهای غریبی خواهید بود. غیبت‌های برخی از نمایندگان، غیبت‌های طولانی که در کارنامه کاری اونها ثبت شده، سکوت دیرپای نمایندگان مجلس بدون تذکر، بدون سؤال و بدون پرسش از دولت مردان وقت و بسیار اتفاقات و حادثه‌های دیگه که تمامی اینها بدون آنکه تصور بشه قصد در واقع ملامت نمایندگان هست، قصدی نیست مگر اینکه بررسی این اتفاقها با چشمی پژوهشگر دنبال بشه. چرا سکوت دیرپای ده بیست ساله در مجلس شورای ملی رخ میده؟ نه تنها نمایندگان آشوری، نمایندگان دیگر اقلیت‌های دینی. چه اتفاقاتی افتاده، چه حادثه‌هایی افتاده که سکوت در واقع غالب هست بر حضور نمایندگان
اینها نیاز به پژوهش دارن، اینها نیاز به جامعه شناسی دارن، اینها نیاز به کندوکاو دارن در آنچه که خانم ناصیادو ارائه دادن و این دیگر بسته به همت پژوهشگران و محققان نه تنها آشوبی، نه تنها اقلیت‌های دیگر دیگی، بلکه بسیاری از پژوهشگران دیگر. اشاره‌هایی که من داشتم بدون در واقع قصد نادیده گرفتن حضور نمایندگان و حضور جوامع اقلیت‌های دینی دیگر، ایرانیان ارمنی، ایرانیان زرتشتی و ایرانیان کلیمی، چرا که آنها هم در واقع گام‌های ماندنی در طول دوران پیش از تاریخ و تا به امروز برداشتن. اما نگاه من در حقیقت به تاریخ جامعه آشوب بود. برای تقدیر آنچه که در دوران کودکی که نه دوران نوجوانی من از نخستین حضور نماینده فریخته آشوبی ها در مجلس شورای ملی بیاد دارم، به عنوان یک فعال اجتماعی در سالهای دوران دبیرستان میتونم بگم که حضور نمایندگان آشوبی در مجلس شورای ملی به همت جوانان فرهیخته آشوبی در بیش از 40 سال پیش انجام گرفت، چرا که پیش از آن طبیعتاً جایی برای نمایندگان آشوبی در مجلس شورای ملی نبود. با تقدیر و ستایش از همت دفتر نماینده گرامی آشوبیان در مجلس شورای اسلامی آقای ویکتوریا و همینطور خانم نانسی آلدو، فقط اشاره داشته باشم که به عنوان مشاور فرهنگی دفتر نماینده مجلس، حرکت‌هایی که در طول سال‌های گذشته دفتر نماینده گرامی مجلس شورای اسلامی برداشتن در زمینه‌های کلونی در واقع اشتباه آشوبی بوده، اشتباه گسترده میهنمان بوده و همینطور اشتباه پراکنده جامعه جهانی آشوبی ها. بار دیگر مقدم شما را گرامی می‌دانم و سپاسگزارم برای حضورتون و سطری که به خرج دادید در شنیدن عرایض.